در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، شخصی از معظم الله پرسید: هنگامی که شخصی از عامه مستبصر شود، آیا واجب است نماز و روزه هایی که به جا نیاورده را قضا کند؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. الاسلام یجب ما قبله داریم، اما کلمه الایمان یجب ما قبله ظاهرا نداریم. فقط از روایاتی که داره که اگر کسی از عامه مستبصر شد، این نمیخواد گذشته ها را اعاده کنه، وقت مضمون الایمان یجب ما قبله هست. وقت در این خلافه بین فقها که آیا اون نماز و روزه ها و اعمال حج و اعمالی که به مذهب خودش سابقا انجام داده اون اعاده نمیخواد، چون استثناء شده فقط زکات که اونو باید اعاده کنه، یا اینکه نه مطلقه، حتی اگر نخونده، حتی اگر به مذهب سابق باطل انجام داده، اونا هم اعاده نمیخواد. بعضی تصریح کردن از باب اینکه الایمان یجب ما قبله مستفاد از ادله است، مثل الاسلام یجب ما قبله میمونه. چطور اگه مسلمان شد هیچی براش واجب نیم، حالا این مسلمان شده کافر واجبه الان غسل جنابت کنه؟ تصریح کردن که نه، البته بعضی گفتن آره باید بکنه. اما این ما چون اطلاق داره، الایمان یجب ما قبله، هم مستفاد از ادله است، لذا حتی اگر نماز نخونده، روزه نگرفته، جماعتی تصریح کردن، میبینید الفقه مرحوم اخوی نقل کردن، گفتن اونام نمیخواد، یعنی میشه یه ولادت جدیده. گفتن اینه، مگه کفار مکلف به فروع نیستن؟ بنابر قول معروف، نه یک قولی. اون قول دیگه که مکلف به فروع نیستن قائلش کمه، فقط کافر شرط صحت فروع ازش اسلامه، مثل که شرط صحت نماز وضوه. خلاصه ما باشیم و اطلاق ما یه موصول قاعدش نمیگیم، یه ولادت جدیده است، هیچی نمیخواد مگر دلیلی داشته باشه، مثل در زکات دلیل داره. شما هم می توانید نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزله را هر روز ساعت 12:15 به وقت محلی قم به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده کنید.